أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. وصلى على محمد وآله محمد. الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. السلام عليك يا بنت رسول الله. السلام عليك يا بنت نبي الله السلام عليك يا بنت خير خلق الله السلام عليك يا بنت أفزل أنبياء الله ورسله وملائكته السلام عليك يا بنت خير البرية السلام عليك يا سيدة نساء العالمين من الأولين والآخرين السلام عليك يا زوجة ولي الله وخير الخلق بعد رسول الله السلام عليك يا أم الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة السلام عليك أيتها الصديقة الشهيدة السلام عليك يا فاطمة بنت رسول الله ورحمة الله وبركاته هدية بروح ملكوتي حضرت فاطمة زهرة سلام الله عليها صلوات عنايت اللهم صل على محمد و محمد و عجل فرجا ان شاء الله این مجلس ما مورد عنایت حضرت زهرا مورد عنایت امام زمان علیه السلام باشه صلوات دیگری عنایت بفرمایید اللهم صل على محمد و محمد و عجل فرجا موضوع بحث ما حضرت زهرا و کنشگری زن مسلمان بود خدمتون ارز کردیم که در قبل دو تا الگو برای کنشگری وجود داشته یه الگو الگوی فمینیست هاست که میگن زنا همانند مردها وارد جامعه بشن الگوی دوم الگوی سرمایه داریه که تو این الگوی دوم میگن که زنها زنانه وارد شند. اما زنانه رو تو حوزه امر جنسی میبینن تو حوزه رابطه آنچنانی میبینن تو حوزه سوء استفاده از زنان میبینند در قبال اینها اسلام اصرار داره که زن باید زنانه وارد شه اما زنانش نه معنای امر جنسی باشه که عرض کردیم که حجاب خودش یک مدلی رو داره طراحی میکنه برای نحوه ورود زنان در جامعه زن میخواد زن باشه اما ابعاد خاص خودش برای خودش بمونه نه به عنوان کالا به عنوان ابزار دیگران قرار بگیره و عرض کردیم این الگو رو ما باید توی حضرت زهرا تعقیبش کنیم حضرت زهرا هم سیدت و نساء العالمینه سرور همه زنان عالم برترین زن دنیاست هم توی خیلی از زیارت ها داریم سیدت و نساء اهل الجنه همین زیارت امام رضا علیه السلام که میرین وقتی داری سلام میدید تو سلامی که به حضرت زهرا میگید میگید سیدت و نساء اهل الجنه سیدت نسا اهل الجنه یه نکته دیگه داره ببینید با عمل آدم بهش میره یا با خوابیدن و کار نکردن و کنار کشیدن با عمله با کنشگریه بهترین مدل کنشگری اونیست که انسان رو بهش ببره کسی که بالاترین جایگاه زنانه رو تو بهش داره هز راست. بر همین اگه ما ببینیم کنشگری هز زهرا چیه بالاترین الگوی کنشگری رو برای یک زن میتونیم به دست بیاریم خب من دیروز یه مقداری توضیح دادم خدمتتون که ما این کنشگری که داریم میگیم تو فضای دینیه برای همین با اون زیارت حضرت شروع کردم که میگه یا ممتحنه کسی که اگر کنشگره تو امتحان الهی داره کنشگری میکنه نه با معیارهای مردم و مردم خوشون بیاد و قدرت بخواد به دست بیاره و اقتصاد و پول و اینها که نگاهایی که امروز خیلی رایج شده که یه مقداری دیشب خدمتون توضیح دادم که به نظر میاد این الگوی کنشگری وقتی توی زن قرار میگیره مفهوم حیا خیلی پررنگ میشه اگه توی مرد کنشگریش بر اساس اقلانیت زن بر اساس حیاست حالا امشب میخوام یه این مقدار اینو بیشتر بازش کنم که بگم این حیایی که داریم میگیم یه مقداری ملموسترش کنیم یعنی چی کنشگری بر اساس حیا به نظر میاد کلید واژه دیگری که میخوام امشب یه بپردازم بهش اونم کلیدواژه کنشگری به مسابه مادریه ببینید تو اون روایتی که دیروزم براتون خوندم که درباره حضرت حوا بود که از حوا به خدا میگه خدا یا به من یه چیزایی به آدم یه چیزایی دادی به منم یه چیزایی بده اونجا تعبیرش این بود که خداوند فرمود فقال رب تعالی انی وهبتک اونس و رحمه من سه تا چیز به تو دادم اگه به آدم یه امکاناتی دادم اقلانیت خواستی دادم یه چیزی دادم به توی که خانومی سه تا چیز دادم حیا اونس رحمت و این سه تا رو با هم تلفیق کنیم میشه الگوی مادری یه الگوی مادری که میخوام بگم امشالا امشالا میقداری توضیح بدم از خود هزده رو گرفتم چرا از زهرا گرفتم از زهرا خب ما همه اون بگیم مادرمان زهرا حتی ما که سیدم نیستیم بگیم مادرمان زهرا اما این حرف رو ماها نزدیم قبل از ما یک کس دیگه زده کی زده؟ پیامبر اکرم صلی الله علیه و علیه و سلم لا صلی اللہ علیه و علیه و علیه چیه؟ امه امول اعمه ام ابیها امول اعمه ما بالاترین انسانی که تو عالم سراغ داریم کیه؟ پیامبر اکرم از زهرا ام پیامبر اکرم میشه بعد از پیامبر بالاترین انسان ها کی هن؟ ایمه از زهرا امول ایمه است خیلی عجیب داستان از زهرا ما چند تا معصوم داریم؟ چارده تا حالا حتی غیر از انبیا و اینها درسته؟ آقا چارده تا چرا؟ سیزده تا باید داشته باشیم پیامبران و ائمه معصومن دیگه؟ چون نه از زهرا هم معصومه خب چرا معصومه؟ چه نکته داره این شخصیت با این که با اینکه پیامبر نیست امام هم نیست ما اسمت و اونایی که حالا تو دبیرستان درس خوندید دیگه اسمت رو کجا بحث میکنیم؟ توی بحث نبوت و تو بحث امامت درسته؟ ما کجا استدلال میاریم بر اسمت؟ یکی تو نبوت استدلال میاریم یکی توی امامت خب از این چارده تا سیزده تاشون پیامبرند و امام چارده همی چرا اسمت داره؟ از خیلی شخصیت پیچیده ای داره خیلی شخصیت پیچیده ای داره یکی از نکتاش این است چرا یکی از وجوه وجوه متعدد داره اینکه چرا از زهرا معصومه خیلی نکته داره من یه بار منبری مفصل سر همین بحث کردم یه بچه رو که قبلا نگفتم حالا اینجا میخوام خدمت شما بگم این است که اگه قرار است از حیث زنانگی الگوی خاص باشه باید یه الگو معصوم داشته باشن ببینید حضرت زینب خیلی مقام داره حضرت معصومه خیلی مقام داره اما ما تو معصومین که میخوایم بشمریم از دهر رو فقط بشمریم درست یا نه؟ یعنی ما نمیگیم مثلا 15 تا معصوم داریم هز زینب هم هست 16 تا معصوم داریم حضرت معصومه هم هست اینا خیلی بزرگن هست عبالفز اینا همش اولیاء الله هند اما معصوم یعنی کسی که نحوه عملش هر کاری بکنه قابلیت الگو برداری داره فرض اشتباه در موردش معنی نداره همه کاراش درسته محصوم اینه دیگه بعد ما آیا خب مرد ها ببینید ائمه الگوی همه هستند پیامبر الگوی همه است اهم از مرد و زن اما اگر جایی زن ویژگی های خاصی باید داشته باشه باید یه زنی باشه که زنها بدونن که کی چگونه زنانه رفتار کنند پیامبر حضرت علی بقیه ائمه آخرش مردند ما بحثمون از شب اول این بود دیگه ما میگیم انسانن اما در حالی که انسانن زن و مرد با هم یه فرقای جدی دارن فرق دارن نه به این که یکی از اون یکی بهتره مرد و بهترن اصلا حرفا این نیست علی علیه السلام کف و زهراست کدوم بهتره؟ کف یعنی برابر پس ما نمیخوایم بگیم این بهتر یا اون بهتره اما میگیم اگر ما دنبالی این که کنشگری زن فرق میکنه با کنشگری مرد پس خدا باید تو عالم زن معصوم بیافرینه ولو این زن امام نباشه چون امامت منصب مردانه است خدا چه طراحی کرده برای ما نمیفهم ما بعض اختار میگم میگم خدا یه چیز فوقلاده به اسم دین اسلام این دین مذهب شیعه به ما داده فوقلاده است آدم فکر میکنه روش فوقلاده است بعد ما هی علکی گیر میدیم بابا یک دستگاهیه که خود خدا طراحی کرده خدا نه آدم میفهمید یعنی چی خدا؟ یعنی که تمام علوم عالمو داره انسان رو با تمام ذرایفش میشناسه ما پهلا یکی از اساتیدمون بحثهایی در باره شیطان میخوندیم آقا شیطان چقدر قدرت داره چقدر امکانات داره این همه آدم تو جهان هست فکر همه رو میخونه میخونه یا نمیخونه چی رو وسوسه میکنه فکر تو میخونه که وسوسه میکنه دیگه چقدر امکانات داره بعد این استاد اون شیطان میخوندیم یه نکته قشنگی میگفت میگفت این همه نکته در شیطان خوندیم برای اینکه که بفهمی انسان بالاتر از شیطانه بعد شما خیلی افراد درباره ائمه و درباره پیامبر و مقاماتشون که دوزی میدیم میگن آقا مگه میتونه آدم اینجوری باشه از شما سوال میپرسم مگه میتونه شیطان اینجوری باشه شیطان هست یا نه ولی یه کسی منکر شیطان میشه ولی منکر خدا نه ولی منکر شیطان جوابش ها شیطان هست یا نه فریب میده ما رو یا نه خودت تا حالا اگر, اگر گفتم یکی میگه تو با جن ارتباط داری گفتم آره با یه دونه جن خیلی ارتباط دارم گفت با کی گفتم شیطان <applause> متاسفانه ان شاء الله ارتباط نداشتیم باشیم باش ولی متاسفانه داریم دیگه همون مبتلاییم ببین فکر تو رو میخونه پس اگه فکر تو رو کسی خون حتما اولیاء الله نه شیطان ملت فکر شما رو بخونه من از شیطان دارم شروع میکنم شما فهمی اهل چه خبرن؟ آقا میشه یه نفر تو عالم باشه همه افکار آدما رو بخونه با همه ارتباط بگیره خب شیطان هست یا نه های شیطان است؟ اهل بیت نمیتونن شیطان میتونه اهل بیت نمیتونه خدا به شیطان گفت به فرشته از جمله شیطان هم که موقع همراهی فرشته بود گفت به آدم سجده کنید یعنی آدم بالاتر از شماست دیگه ما قدر خودمون رو نمیدونیم بعد با شیطان بری بجنگی ما حریف شیطان میشیم انصافاً تمام ریزکاریای وجود تو میدونه دیدی چقدر زمین میخوریم هر وقت میخوایم آدم خوبی بشیم اینجور نیست هر وقت تصمیم میگیریم یه کار بدی نکنیم اون روز ده برابر میکنیم از امروز میخوام غیبت نکنم اگه تا دیروز پنج تا غیبت میکردی امروز ده تا غیبت میکنی دیدی یا نه چرا چون تمام قلق‌ها تو برده تمام نقطه ضعف تو میدونه میدونه کجا دست بذاری بذاره میدونه چه جوری بزنتت زمین چه خوشت میاد چه خوشت نمیاد هر کیم از راه خودش یه دور از راه شهوت و غضب یه دور از راه دینداری از راه دینداری هم سر شما کلا میذاره هر راه دین میزاره. خودش تو قرآن گفته گفته ثم لاتین نه من بین ایدیهم و من خلفهم و عن ایمانهم و عن شمائلهم ولا تجد اکثرهم شاکرین از جلو عقب راست چپ و تو احادیث تو دارن. جلو یعنی آرزوها دلخواهات از اینجا وارد میشه عقب یعنی پولت خانوادت کسی که بهش تکیه میدی ما به چی تکیه میکنیم به پول تکیه میکنیم به خانواده تکیه میکنیم به دوست تکیه میکنیم از اینجا وارد میشه راست اصحاب یمین چپ اصحاب شمال از راه های اصحاب شمال میاد سراغت راه شهوت و غضب و چی و چی از راه اصحاب هم میاد سراغت از راهی که جانم آزاب میکشه برات حریف شیطان میشی؟ نه خیلی واضح آشکار سریع و چیکار بکنیم؟ آقا چاره ای نداریم جز بریم سراغ کسایی که حریف شیطانن با اونا بریم به جنگ شیطان کی تو عالم حریف شیطانه؟ معصومین معصوم یعنی چی؟ یعنی کسی که شیطان حریفش نمیشه خودش قسم خورد لاغوین نه هم اجمعین الا عبادک من هم المخلصین همشون رو گمراه میکنم مگر اونایی که مخلصن یعنی غیر از معصومین خدا هم گفتش که این عبادی لیسه لکه سلطان من به تو سلطه نمیدم اجازه فریب میدم من سلطه نمیدم الا من تبع کم من الغاوین بله کسی دنبال تو بیفته اجازه سلطه هم بهش بهت میدم پس آقا خود شیطان اغزان کرده آقا من حریف یه عده نمیشم پس حریف من میشه یا نه معلوم که میشه حریف شما میشه میشه متاسفم حریف 14 نفر نمیشه. میشه پس اگه رفتی زیل اون 14 نفر اون وقت اونا کمکت میکنن دست تو میگیرن با شیطان میجنگی اگه نرفتی نرفتی دیگه بر همین است که امام زمان ظهور نکرده چون ما نمیریم زیل اون 14 نفر میریم خیمه ابو عبدالله شب آشورا میشه حضرت مرخص میکنه ما هم پا میشیم میریم خودش مرخص کرد از مجلس از زهرا میری بیرون حضرت بهت اجازه میده گناه بکنه نه اینکه اجازه میده میگه کار خوبی ها یعنی جلو دست رو نمیگیره سیری نمیزنه در گوشت بعد شانسی ما اینه که خیلی ناخوبن آقا یکی بزن در گوش من وقتی میخوام گناه بکنم نمیزنم اهل بیت اینجا نمیزنه بعد میری گناه میکنه بعد دوباره میای مجلس اهل بیت دوباره گناهات پاک میشه بعد دوباره میری بیرون حکایتی داریم ما خب بگذریم محسن من اینه خب آقا ما آقایون راحتیم 13 اصلا پیامبر و امام و همشون آقا بودن حالا اگه خانوما بخوان یاد بگیرن چیکار بکنن یکی هست معصوم باشه که شیطان هیچ جور حریفش نشه هیچ کاری نتونه باش بکنه آره هست یکی هست که معصومه خانومه ولی معصومه پس اینو نگاه کن ازش یاد بگیر این خانومه چه مدلی رفتار میکرده داریم امشب این اینو میخوایم بریم بگیم اون مدلش مدل مادریه وقتی میگی مادری صرفا بچه داری نیستا حضرت زهرا کی ام ابی بود همون زمان که کوچیک بود از پیامد میومد سراغش کجا هم ها رو گفت شنید دیگه این لحب و زنش آشغال مینداختن رو پیامبر شکنبه گستن مینداختن رو پیامبر توهین میکردن از را میرفت از پدرش دلجویی میکرد مراقبت میکرد اونجا حضرت بهش گفت ام ابی ها یعنی زن میتونه مادر بشه برای کی؟ برای پیامبر بعد اگه میتونه برای پیامبر مادر بشه برای دیگران هم مادر بشه دیگه اگه کسی تو عالم پیدا شد که برای پیامبر و برای اماما مادر شد پس برای بنده و شما هم مادر میشه بعد برای همین همه با از زهرا حال میکنیم نه بعد دقت کردی از زهرا سلام الله علیها خیلی مادرش عجیبه زن مادر اما اصلا امر جنسی به ذهن شما نمیاد درسته یا نه؟ اصلا توی فضاها نمیری حیا گفتی محور اول حیاه درسته یا نه؟ اصلا شما وقتی در حضرت زهر رو صحبت میکنی این چرت و که این عکس ها و فیلم ها و که توی فضای مجازی میبینید اصلا اینجور چیز میره تو ذهنت؟ اصلا به این فضاها میری؟ نمیری مادره با مادر خود هم اینجوری درسته یا نه؟ اصلا مادری حرمتی داره یه حیای انسان باش داره که اصلا متوجه اصلا ذهنش نمیره سراغ این فضاها بر همین زن که میخواد کنشگری کنه رکنش میشه حیا به نحوی کنشگری میکنه به نحوی عمل میکنه که اصلا ذهن طرف به سمت اینا نمیره منظورم معلومه دیگه ها حالا من داری توی لفافه میگیم یا بعد مراعات برخی رو بکنیم <applause> بعد چی گفت حیا اونس رحمت شما مادرتو با چه ویژگی میشناسی؟ حیا اونس با کی بیشتر از همه اونس داری؟ با مادرت حالا مادرها که اصلا فقط چی میگن؟ آتش فشان اونسند ما بی احترامی میکنیم بهشون مادر چیکار میکنه؟ مادر دیدی دیگه همه تو مادر دارید دیدی دیگه حالا بخی مادرشون به رحمت خدا رفته ولی خلاصه دیدید ما تجربه مادری داشت. مادر داشتیم به مادر بد میکنی باید خوب میکنه اهل اونس و رحمته تا مواجهش به شما اونس و رحمته هست اما اونس و رحمتی که مقدمش حیاست ببین برخی خانومان هم انس میگین اصلا خانوم ها اهل انس بر همین است که نظام سرمایه داری چی کار میکنه؟ به شرکت میگه بنویس خانوم فروشنده با روابط اومی بالا ها؟ یعنی منظورش چیه؟ خانم فروشنده برات اون آلا یعنی اونس بگیره اما تو چه فضایی تو فضای حیا یا تو فضایی که سرمایه جنسی شو بیاد خرج تو بکنه کالای تو فروش بره درسته چرا خانم فروشنده برا چون خانم اهل اونسند اما قبل از این اونسه یه ویژگی مهمتر هست که میاد این اونسه رو مدیریت میکنه اون ویژگی هم حیاه خانوم اونس بگیر تو فضای حیا اشکال نداره آقا یعنی چی؟ یعنی خانوما هم میتونن با مردای نامحرم اونس بگیرند اگه تو فضای حیا با رعایت کاملش باشه اشکال نداره سوال میخوای شک داری سوال حز زهرا با ما اونس داره یا نه از این ورش برم شما از زهرا اونس داری یا نه زهرا شما اونس نداره شما از زهرا دوست داری از زهرا شما دوست نداره از امام صادق علیه السلام طرف سوال کرد چند سوال کرد آخرین سوالش این بود که من رو چقدر دوست داری حضرت گفت کاری نداره به خودت نگاه کن ببین تو چقدر منو دوست داری حال من چیزی اضافه کنم کلی حال کنید حالا شب شهادت ولی ما حرفی قشنگ قشنگ بگیم آدم نمیجا بخندش گریه کنه اهل بیت خیلی خوبن خیلی خوبن آقا میدونی اهل بیت چقدر شماها رو دوست دارند میدونی چقدر شما رو دوست دارند آقا ما گناهکاریم ما آدم های خوبی نیستیم خدا میدونه من چی کارا کردم با همه کارات میخوای بهت با احادیث نشون بدم شخص تک تک شما ها رو چقدر دوست دارن اگه بدونی چقدر دوست دارن خش میکنی از خوشی حدیث داریم میگه دو تا مؤمن که به هم میرسن خداوند اون مؤمنی رو بیشتر دوست داره که اون مؤمن رفیقش رو بیشتر دوست داره ببین من و ایشون به هم میرسیم خب من ایشون به هم رسیدیم خدا کدوم ما دوتا رو بیشتر دوست داره هر کدومون که اون یکی بیشتر دوست داشته باشیم یعنی اگه من ایشون رو بیشتر دوست داشته باشم خدا منو بیشتر دوست داره اگه ایشون منو بیشتر دوست داشته باشه خدا اینو بیشتر دوست داره سوال خدا ما رو بیشتر دوست داره یا اهل بیت ها آه؟ شک داری اهل بیت پس تو چقدر اهل بیت رو دوست داری تصور کن اهل بیت چقدر تو رو دوست داره فهمیدی چقدر چقدر اهل بیت رو دوست داری برو تو فاصله خودتو و اهل بیت ببین تو نزد خدا مقام تو با اهل بیت چقدر فاصله داره چقدر فاصله داره خدا چقدر اهل بیت بیشتر از من تو دوست داره صد برابر هزار برابر چقدر بیشتر دوست داره بعد حالا اهل بیت که با ما مواجه میشه چقدر ما رو بیشتر از اون که ما اونها رو دوست داریم دوستمون دارن خیلی نعمت داریم آقا خیلی نعمت داریم خیلی خوشیم خیلی خوبه واقعا قد ناشناسیم خودشون انشالله دستمونو بگیرن حضرت زهرا زن اگر این سه تا ویژگی رو رعایت کنه با هر مردی ارتباط بگیره اشکال نداره اولیش حیاه حیا رو جدی بگیره از زهرا حیا اصوه حیاست بر همین شوش خجالت نمیکشی بگی من از زهرا رو دوست دارم خجالت میکشی ببین مثلا بگی من دختر همسایه رو دوست دارم خیلی بده درست یا نه منظور معلومه دیگه بگی این خانم تو خیابون دوست دارم بده چرا بده؟ چون اولین چیزی که تو ذهنت میاد حیا نیست ولی راحت بگی ما از رو دوست داریم نه فقط از زهرا از هم دوست داریم از معصوم هم دوست داریم دوست داریم یا نه ببین چه فضای حیا چی کار میکنه با زن تو کنشگریش میتونه بیاد وسط مردها کنشگری کنه عین خیالش نیاد کسی چون کنشگری زن با حیاه اونس داره با حیا رحمت داره با حیا یکی از رفیقامون گفتش رفیق منم طلبه استا گفت ما توی مجتمعی بودیم البته اون مجتمع در اومدن تازگی مثلا خونه گرفتن این مجتمع مجتمع مسکونی دیگه مثلا 50 واحد 60 واحد گفت یه خانومی تو مشتمه ما بود همه اهل مجتمع به خانم میگفتن مامان این خانم انقدر به همه رسیدگی میکرد هوای همه رو داشت همه بهش گفتن مامان تو معروف بود این رفیق قبلم طلبه است این طلبه هرام میگفتن ما هم بهش گفتیم مامان <applause> آقا میشه زن یه جوری کنشگری بکنه که وسط میدان باشه اصلا امر جنسی نیا جلو آره میشه چرا نمیشه بابا از رو گوشتن برای ما که بفهمیم یاد بگیریم دیگه یه کتابی هست میگم اگه خواستید مطالعه کنید این مفهوم خوب به نظر من امروزی جا انداخته یه کتاب اسم سرکار الیه یه مادر و دختر این کتاب رو نوشتن این مادر و دختر این از من خواستن برای رونماییشون من کتابی که داد بخون نقدش رو خوندم چی کتاب خوبی گوه خوبه پس بیا رونماییش کن برای رونمایی کتاب ما رو دعوت کردن مال کتابستان رضویه نمیدونم وابسته به استان قدس یا نه ولی فکر کنم هم وابسته به استان قدس این مادر و دختر نوشتن اونجا من رفتم گفتم خود شما نفهمیدید چیکار کردید اون نکته که میخوام بگم اینا شروع کردن زن و تو موقعیت های مختلف کنشگری شهر دادن یعنی با زن های مختلف مواجه شدن بعد یه بار از قول دختر یه بار از قول مادر تعریف میکنن مثلا یه زن خلبانه یه زنی مثلا چیزه بچهش یتیم شوهرش مرده بچهاش یتیم بچهاش نگهداری میکنه یه زنی داستان زنهای مختلف تو جامعه که هم مادره هم دختره حس خودشون نسبت به میگن داستان رو تعریف میکنن حس خودشون رو میگن کتاب قشنگیه بعد به خیلی جا اختلاف نظر دارن مثلا دختره میگه مثلا این خوبه مادره میگه نه خوب نیست با هم اختلاف نظر دارن نویسند ها. چند جا هست هر دوتاشون با هم اشتراک نظر دارن و تو خانه وقتی داستانو میخونه کتابو میخونه مثلا خانم خلبانه مشکلاتش رو میگه و آدم نمیدونه حالا خانم خلبان باشه خوبه یا نه گیر میکنه مثلا دختر بیشتر مایل مادر مایل نیست همینجور موقعیت ها رو میگه چند تا خانوم هست مادر و دختر اتفاق نظر دارن این خوبه شما به عنوان خاننده میخونی خوشت میگه میگه این زن خوبه این زن یعنی هیچکی نمیگه این زن بده همشون من اونجا تو اون جلسه براشون گفتم همشون زنیست که تو جامعه داره نقش مادری ایفا میکنه الگوی کنشگری مطلوب زن نقش مادریه با نقش مادری خودش رو باید بازخانی بکنه بفهمه این که من دارم میگم میدونم خیلی مفهوم نمیشه براتون مجبورم یه مقدار از غربی ها توضیح بده گفتم دیگه اون روز اول این نکم لن تعرف و حتی تعرف و لذی ترکه راه رشد رو نمیتونیم بفهمیم تا اونایی که ترکش کردن بدونیم ما چون ذهنمون به شدت غربی شده ما غرب زده ایم حالیمون نیست من مجبورم یه یعنی مقدار فضای غربی رو برات باز کنم که ما داریم غربی زندگی میکنیم تا بعدا برگردم دوباره این مادری رو بگم امشب البته به خاطر شاید گمنام قرار زودتر تمام کنیم من سعی میکنم انشاءالله بحثم و زود جمعش کنم ببینید نمیدونید نظام سرمایه داری با ما چی کرده من یه کمی بقول قول این امروزی فلش بک بکنم برم تو دوره قدیم از اونجا آرام آرام بیام جلو تا بفهمید چی شده چه بلایی سرما اومده ببینید قبلا براتون روزای قبل قبل گفتم الگوی متاسفانه زن و مرد هر دوتاشون الگوش شده مرد گفتم فمینیستا به الگوی مرد دارن میان جلو این الگوی مرد رو اول تو تاریخ جستجو بکنیم مردها تو تاریخ دو جور هویت به دست می آوردن یه هویتشون با مناسب بود و تو نگاه سنتی این که میگم سنتی شما برو 500 سال قبل برو 300 سال قبل که اول اون فضا رو بفهمی تا بعد بیایم تو امروزمون قدیم افراد بخواستن هویت پیدا کنن با مناسب اجتماعیشون بود که مناسب اجتماعی دو گونه بود یا مناسب حکومتی بود یا مناسب غیر حکومتی مثال بگم آقا آدم های مهم کیا بودن شاه بود وزیرش بود زمان 500 سال قبل رو تصور کنید کیا شخصیت های مهم من شاهان منصب داره دیگه وزیر منصب داره دیگه قازل قزات اون فیلم سیاروداران دیدین یعنی قاضی القضات باشتین منصب داره امیر لشکر درسته منصب داره اینا منصبه حکومتیه مردها با منصب حکومتی هویت تو جامعه پیدا میکنن یک بقیه جامعه چی با شغل هاشون که اینا بهشون جایگاه هویتی میداد اوستای نجاره اوستای بناست اونایی که سنشون بالاتره شد پنجه شش سال قبلم اینا یادشون است یعنی هنوز خیلی بیشتر شاید 170 80 سال قبل لاقل اون موقع های بود فلانی اعتبارش بود آهنگر محله تو مثلا این کارتون پهلوانان رو دیده باشید اینجور چیزها چیزا رو خوب نشون میده این برنامه های مال قدیمی نیا کنید اعتبار اجتماعی افراد به شغلشون بود با شغلشون اعتبار داشتن معلوم شد تا اینجا این الگوی افراد بود اگه خوب دقت کنی حتی مناسب حکومتی غیر از شاه که خیلی منصب عجیب غریبی پیچیده به تحلیش سخته اون یکی رو میذارم کنار فعلا غیر از اون بقیه مناسب حکومتی هم شغلشون بود وزیر علل قاعده یه آدمی بود که تدبیر خوب بلد بود وزیرهای قدیم رو دارم میگم نه وزیرای امروزی <تصفح> وزیرای سنتی وزیرای شاه ها و... اصلا وزیره کشور رو میگردوند دیگه کی داشتیم قازل قزات قازل قزات شغلش بود دیگه قاضی شغلش بود دیگه که داشتیم امیر لشکر سربازان شغلشون بود دیگه ببینید شغله هویت رو تعیین میکرد درسته تو نگاه سنتی شغل و کار رشد انسانی می آورد آی متحری تو کتاب تعلیم تربیت در اسلام توضیح میده نقش کار در تربیت این مال نگاه سنتیه افراد با کارشون رشد میکردن بر همین کاره از کالایی که تولید میکرد مهمتر بود طرف آهنگره یه جوری درست میکرد اگه بهش پول بیشترم میدادن که علکی درست کنه قبول نمیکرد نجارش هم همینطور بناش هم همینطور تو نگاه سنتی اینجور بود نمونه های خوب اینو خواستید ببینید که توی کارتون هایی هستش توی کارتون پهلوانان این کارتون پهلوان خیلی کارتون قشنگه من هم توی جهان جهانم جایزه گرفته این مزیت های رو اونجا خوب نشون میده طرف آهنگر حاضر نیستش به خاطر پول بیشتر به خاطر البته بودن آدمای سو استفاده چیا اما فضای اصلی رو دارم میگم برای این آدما با کارشون رشد میکردن از نکته مهم شغل در دوره گذشته این بود که دقت کنید بین صنعتگر و هنرمند فاصله نبود صنعتگر هنرمند بود هنرمند صنعتگر دو تا آدم نداشتیم امروز شما دو, دو آدم دارید یه عده صنعتگرن کارگرن یه قدیم این نبوده برای هنوز تو صنایع دستی اینه تو صنایع دستی سفال مثلا میسازه صنعتگر هنرمنده معلومه منظورم ببینید کار و هنر اصلا با کار خودش هنر, هنر خودش رو نشون میداد هنر مرد به دولت اوست هنر مرد یعنی چی؟ یعنی صنعتگری او یعنی کاری که بلده این نظام سنتیه تو نظام سنتی افراد هویتشون رو با شغلشون میگرفتن شغلشون هم واقعا اعتبار می آورد رشد می آورد برشون برای این بقول های متحری با کارشون رشد میکردن اومدیم خوردیم به انقلاب صنعتی انقلاب صنعتی چیکار کرد تقسیم کار کرد تقسیم کار یعنی چی یعنی کاری کرد که ارزش کالا از ارزش کارگر رفت بالاتر من اول تو دوره سنتی برم تو دوره سنتی کالا مهمتر بود یا کسی که این کالا رو تولید میکرد اون که تولید میکرد چرا؟ چون اگه این سفاله اگه این نمیدونم مسجد شیخ لطفالله، الله اگه مسجدش خراب میشد شیخ لطف الله بود یکی دیگه بسازه اگه این کاله خراب میشد این آدمه بود که دوباره اینو بسازه برام این ارزش با کی بود با سازنده بود اصلا این از این جهت ارزش داشت که ساخته او بود بهزاد نقاش که شغلش بود و خطات نقاش کردم رو نقاش درست گفتم و همینجور تو دوره سنتی اینا رو میبینید خب تو دوره مدرن چی شد؟ کالا از کارگر جدا شد یعنی چی جدا شد؟ ببینید الان این موبایل بنده رو کی ساخته؟ معلوم نیست که ساخته تقسیم کار شده تقسیم کار منجر به رشد تکنولوژی شد داستانش اینجوری میگن حالا نمیدونم راست میگن اولین بار یه بنده خدایی بود یه کارگاه کفاشی داشت کارخانه کفاشی داشت کارخانه کفاشی سنتی 500 سال قبل 200 سال قبل تو اروپا چیکار میکنن 20 تا کفاش بودن روزی هر کدومشون مثلا 3 تا کفش درست میکردن این به نظرش چیزی که چرا اینجوری باشه به جای این کار یه کسی فقط چرمو ببره یه کسی پایه پای کی پا... پایه کفشو در بیاره یه کسی مثلا سوراخشو بزنه یه کسی دوختشو انجام بده تقسیم کرد کارو اگه مثلا 20 تا کارگر داشت اینا روزی 3 تا درست میکنن میشه 60 تا با تقسیم کار روزی 200 تا کفش تولید شد الان شما تقسیم کار همه کاری که ببینید تقسیم کاره درست یا نه یه ماشین رو کی ساخته یه نفر دیگه نساخته تقسیم میشه هر کسی یه پیچش رو میپیچونه اون یکی یه نم درش رو درست میکنه برای همین کارگر حالا الان تو امروز برای شما معنی داره اگه از منظر مادی نگاه کنید نه از منظر الهی و معنوی یه سرمایه دار مخیر بشه کارگرش بمیره یا مرسدس بنزش کدومش میارزه کارگره چون دیش چقدره 300-400 میلیون تومن مرسدس بنزه چنده چند میلیارد تومن کدوم میارزه ببین قدیم اگه کالا نابود میشد عیب نداشت چون کارگره هنرمنده تولیدش میکرد الان دیگه کالا از کارگر جدا شده کالا مهمتر از کارگر شده همین چی شد حالا کار این کارگر مدرن که دارم میگم پزشکم کارگره مهندسم کارگره استاد دانشگاه هم کارگره همه ما تو فضای تقسیم کار داریم کار میکنیم فوق تخصص جراحی قلب داره این میتونه تنهایی بره کار انجام بده نه بعد یه بیمارستان آدم ردیف بشه تا این بتونه کار انجام بده فهمید تقسیم کار چیکار کرده برای همین است که تو دوره نظام سرمایه داری که ما داریم توش به سر میبریم دیگه ارزش شما با کارت رشد نمیکنی هنرمندا برن اونور بر هنرشون رو انجام بدن کارگرا نباید هنرشون رو دخالت بدن تو کارشون استاندارد اگه هنری داری آقا اونی که تو مغازه توی شرکت خودرو ایران خودرو مثلا داره کار میکنه اگه یه هنری داره حق داره تو این دری که داره درست میکنه اعمال کنه حق نداره تامین بیرون درسته هنری داری برو جای دیگه با کار خودت قرار نیست رشد کنی با کارت رشد نمی کارمند با کارش رشد میکنه هر روز بعد بره بیاد بره بیاد بیاد, بیاد. کاری هم نمیکنه رشد نمیکنه با کار خودش بعد چی شده؟ الان شغل ها به سرمایه که میاره به پولی که با خودش میاره به ارزش دست... به دست مزده شده در همین چرا الان توی کنکور رشته های پزشکی و اینا رو بورسه؟ به خاطر که پول توشه چرا پزشک از اخلاق سوگن نامه ای که میخورن فاصله میگیرن خیلی هاشون به خاطر که پول دوشه آقا پزشک سوگن بغرات فقط اسلام هم نبود بغرات مال قبل از اسلام سوگن نامه بغرات اینا میخورن دیگه میدونید که اینا همه چون پزشک میخورن سوگن میخورم که به خاطر پول از مداوای کسی خودداری نکنم چند تاشون به سوگن عمل میکنن حالا هستند همشون ولی همه خبر دارید خیلی هاشون هستن که عمل نمیکنن میره به بیمارستان میگه اینقدر پول بریز به حساب تا نریزی شروع نمیکنم کارمو میگن یا نمیگن چرا چون پول مهم شده این نظام سرمایه داریه هر کسی شغلش به پولی که در میاره هویتت مناسب جدید به سودی که برای آدم داره همه چی شد ببین چه رو از خود بیگانگی کرده ما دیگه با کارمون رشد نمی کنیم. با منصب و شغل و شغلمون دیگه رشد نیست شغلمون پولشه برای شما تو جامعه نگاه میکنه اون شغلی که چرا اینقدر افراد بی دنباله دنبال مناسب حکومتی چون پول توشه همه میدونیم یه عده قلیلی اصلا قربت ان الله میرن اما عده قلیلی که صرف نظر کنیم چرا برای مجلس اینقدر خرج میکنه طرف میلیاردی خرج میکنه قربت الله تو گفتی منم باور کردم نه آقا میره تو اونجا رانت دوشه چی دوشه؟ حالا چه چیزایی توش هست دیگه منظورم معلومه دیگه ببینید واقعا شو اول انقلاب نیا کن نماینده مجلس ما وزیرای ما چه تیپی بودن میخواستن کار کنند شهید رجایی به یک کسی فز پیش داده وزارت آموزش پرورش میده طرف ازش میبرسه که در حقوق چقدره شاید رجایی میگه برو دیگه اصلا با ندارم ها الان چی شده خودتون میدونی چه خبره خب این نظام سرمایه داریم بلا رو سر ما آورده خب حالا تو این نظام ما میگیم کنشگر مردش دچار مشکل شده میگن زنانم مثل مردا بشن تو این فضا من هرچی برای شما از مادری توضیح بدم نمیگیری مادری چقدر پول توشه چقدر چقدر پول بدن مادر اینجور بالای سر بچهش بیدار بمونه ها؟ همه خانومایی که دارن حرف منو میشتون من اونایی که مادر شدن میدونن چقدر پول بدن تو دو سال بچه رو اینجوری شیر بدی چقدر پول بدن اینجور دلسوزانه براش کار کنی بابا این هویت میاره برات این شخصیت میاره برات بعد مادری تجربه کنی اگه مادری تجربه کردی بعدا تو جامعه مادری بکن ببین کسی بهت میگه بالا چشت عبروه بعد کنشگر زن مسلمان الگوش میشه مادری بلدم از نیازی من براش توضیح بدم چیکار بکن شو به مادر رو یاد میدی چی کار بکن ها کسی مادر رو یاد میده آی مادره برو به بچه شیر بده خدا یه جای قرآن ب... میگه به مادری میگه برو به بچت شیر بده به هست مادر هست موسا ها چرا بهش میگه شیر بده همه نگران بودن بچه هاشون رو میگرفتن میگشتش فرعون قالت ارزعی تو برو بچه شیر بده کی میگه برو بچه شیر بده منظور چیه تو بی خیال درست یعنی همین یعنی الان تو خانواده ها کی میگه مثلا سفره جمع کنن رو خانومه که بچه داره میگه تو برو بچه شیر بده تو نمیخوا سفره جمع کنی این کاری کلا نه سفره جمع میکنن نه دیگه همه کالا مدرن شدن فقط فسود میخورن دو سفره یه بار مصرفو کسی جمع نمیکنه حالا خانواده کنوز مخانواده اون سنتیه اینجوریم دیگه برو بچه شیر بده نه که بهش یاد میدی برو بچه شیر بده بلد خودش به بچه شیر بده تو میخوای بگی تو مادری برو کار مادری تو بکن تو خیلی مهمی اما امروز دیگه مهم نشده چرا چون نظام سرمایه همه ای ما رو سرمایه کرده دقت کردی همه ای ما چند شغله شدیم حالا یه رسمیش که یکی دو تا دار شغل داریم خیلی از ماها غیر رسمیش حالا بریم تو بورس هم یه سرمایه‌گذاری تو فلان هم ببین آقا فلانی هم کار... ها هممون شدیم سرمایه دار بابا تو آدمی تو انسانی رشد خودتو چه هست حالا زندگی خرج داره ما هم نگفتیم خرج نداره به از استاده بود یکی رفیق هم گفتش که آه،, اه، گفت نیومده بود بعد گفت کجایی گفتش صبح تا شب دارم دار دنبال نون استاده گفت اگه دنبال نون میدویدی صبح تا زور کافی بود تو دنبال کباب صبح تا شب بود <laughs> خیلی هم می میگین دنبال نون اما دنبال کباب داریم میدویم وگرنه نونش اینقدر گرون نیست حالا نمیخوام بگم همه برن ریاضت بکشن ولی میخوام بگم خودتو دریاب حالا بحث ما کنشگری زن بود آقا مادری رو باید بفهمین خانومو باید بفهمن مادری چیه ظلم بزرگی به زنان کرده این نهزت فمینیست که برخی لذت های مهم زنانه رو ازش دریق میکنه آقا لذت مادری قابل مقایسه نیست با خیلی از لذت دیگه ما مردا تجربهشو نداشتیم خانم من مهم گفت بکرر گفت تو نمیدونی این بچه من شیر میخوره چه کیفی میکنه و من نمیدونم شیر دادن بچه ما آقایون درومه من رفتیم ما آقایون توضیح دادیم هیچ وقت نیومدیم در لذت مادری صحبت کنیم چون تجربه نداشتیم آقا مادر لذتی میبره که شب از خواب بیدار میشه به بچهش خب بابا خانم عزیز تو لذت مادری و بردی چرا مادری تو دست کم میگیری تو قرار است تو این امت مادر باشی مادر بشو بیا تو جامعه نه اینکه مادر بشی یعنی بچه دار شوها یعنی به نحو مادرانه وارد شو اصلا اونس بگیر اشکالی نداره اشکالی نداره هزده رو با همه ما اونس گرفته مادری که اونس میگیره اصلا اجا... اصلا تو مخیله کسی خطور نمیکنه رابطه جنسی باهاش خطور نمیکنه اگه اینجوری اومدی تو میدان با حیا اومدی اینکه دیروز گفتم محور کنشگری زنن حیاست با دست فرمان حیا بیا تو جامعه هر کاری خواستی بکنی بکن هیچ اشکال نداره بونگا اقتصادی خواستی بزنی بزن منصب ریاست جمهوری خواستی بگیری بگیر با دست فرمون حیا فقط وارد شو یاد بگیر با دست فرمون حیا وارد چی آخه با این دست فرمون وارد نمیشن میخوان با دست فرمون نظام سرمایه وارد شن ببخشید امشب خیلی عرایزم طولانی بود میخواستم یه مقداری زودتر تمام کنم یه مقداری طول کشید